این مجموعه به یاری ایزد منان و همت بنیاد توحید تهیه و تکثیر گردید است. جهت دسترسی به سایر سخنرانی های این سازمان لطفاً با ما تماس بگیرید. با نام و یاد خداوند خوشبختم که توفیق مجدد یافتم خدمت خانم‌ها و آقایان ارجمند حاضر باشند و سپاسگزارم از دوستانی که در این جمع شرکت کردند و بعضی دوستان از راه‌های دور به جمع ما پیوستند که مایه سپاس و خوشنودی است. موضوع بحث من همونطوری که بیان شد عنوانش هست کیمیای سعادت و در واقع بحثی است درباره ماهیت سعادت و شیوه های مختلف راه های رسیدن به گوهر سعادت در زندگی شخصی ما. به نظر می رسد که ما انسان ها خوشبختی یا سعادت رو همیشه برترین نعمت در زندگی خود تلقی می کردیم. اگر از ما بپرسند که در این پویه وقفه‌ناپذیر زندگی به سوی کدامین قله ره سپاریم، ما عمیق‌ترین آرزوی خود رو وقتی بیان می‌کنیم عبارت است از نیل به سعادت. وقتی که پدر و مادران می‌پرسیم از ایشان که چه آرزویی برای فرزندان خود داری، به ما می‌گویند که برای اونها هیچ نمی‌خواهیم جز آن که خوشبخت بشوند، بلکه این عالی‌ترین مقصد و مقصودی است که حاصل زندگی ما رو به نیکی تأمین می‌کند. در این که سعادت مطلوب همه ما انسان هاست، میان دین ورزان و غیر دین ورزان تفاوتی نیست. کسانی هم که تعلق خاطر دینی ندارند در زندگی خود در این عالم در پی خوشبختی یا سعادت هستند. البته افراد مختلف تلقی متفاوتی از خوشبختی و سعادت دارند، اما به هر حال همه در این پویه وقف ناپذیر زندگی هر روزینه می کوشند که از راهی به قله سعادت راه ببرند. روح‌هایی هم که طالب عالم معنا هستند، روح‌های معنویتگرا و معناجو، هم خود رو محتاج تجربه سعادت می‌کنند. بحثی که من در این نوبت عرض خواهم کرد عمدتاً معطوف به سعادت به معنای عام کلمه است، سعادتی که شما می‌توانید او رو به یک معنا سعادت دنیایی بنامید، سعادتی که ما آدمیان صرف نظر از باورهای دینی یا غیر دینی خود می‌کوشیم در این دنیا برای خود تأمین کنیم. به توضیحی که عرض خواهم کرد، سعادت این جهانی چراغ راه و زمین ساز سعادت دینی هم هست. یعنی کسانی که در سپهر معنا مشتاق نیل به قله‌های رفیع سعادتن هم البته این سعادت دنیایی رو به توضیحی که عرض خواهم کرد مهم می‌دانند. در این بحث من مایلم سه سؤال اصلی رو محور بحث قرار بدم و کمیابیش درباره اونها گفتگو کنیم. دو پرسش نخست رو به امید خداوند در این نوبت مورد بحث قرار خواهیم داد و پرسش سوم رو در نوبت آینده دربارش بحث خواهیم کرد. سوال اول این است: آنچه که خوشبختی مینامیم چیست؟ سعادت، گوهر سعادت یا به تعبیر امام غزالی کیمیای سعادت چگونه چیزی است؟ این نکته اول. نکته دوم را هم توضیح خواهیم داد. پرسش دوم این است که واقعیت نشان می‌دهد که انسان‌ها از گوهر سعادت تلقی یکسان نداشتند. درک ما انسان‌ها از سعادت یا خوشبختی یکسان نبوده است. سوال دوم این است که در طول تاریخ بشر آدمیان چه تصور، چه تلقی‌هایی نسبت به خوشبختی یا سعادت داشتند. این دو پرسش در واقع پرسش‌های نظری هستند و در این نوبت به امید خداوند درباره‌شون سخن خواهیم گفت. اما همه ما نیک می‌دانیم که خوشبختی امری در حوزه نظر نیست. خوشبختی حقیقتی است که باید در زندگی ما محقق بشود. بنابراین پرسش مهم دیگری در ذهن ما به طور طبیعی جوانه میزند و اون پرسش این است که چگونه میتوان خوشبخت شد؟ کدام نوع زیستن است که امکان خوشبخت شدن، سعادتمند شدن رو میافزاید؟ بنابراین پرسش دیگری که درباره او بحث خواهیم کرد جنبه عملی خواهد داشت و درباره شیوه ها و راه های مختلفی است که ما می توانیم زندگی خود رو بسامان کنیم تا امکان و احتمال خوشبختی و سعادت در زندگی ما افزوده شود. اما سوال اول، خوشبختی یا سعادت چیست؟ من در اینجا ابتدا مایلم که یک تعریف بسیار کلی و کلان از خوشبختی عرضه بکنم و بعد این تعریف رو دقت بیشتری ببخشید. در اینجا در ابتدای بحث من مفهوم خوشبختی یا سعادت یا نیکبختی رو
فعلا به معنای واحد به کار میبرم، اما بعد توضیح خواهم داد که میان این الفاظ اصطلاحات تفاوت‌هایی وجود دارد. در زبان انگلیسی هم واژه happiness و well-being معمولا مترادف به کار می رود، اما بعد خواهیم دید حتی در زبان انگلیسی هم میان این دو مفهوم تفاوتی است که به او اشاره خواهم کرد. تعریف بسیار ساده، کلی و اولیه که ما می توانیم از خوشبختی بدهیم این است: وقتی می پرسیم یک انسان، چه موقع یک انسان رو خوشبخت می نامیم، پاسخ این است که یک انسان رو وقتی می توان سعادتمند یا خوشبخت دانست که وقتی این فرد به زندگی خود، به مجموع و تمامت زندگی خود نظر می کند، از زندگی خود احساس رضایت می کند. درسته، این تعریف ساده خوشبختی است، اما این تعریف رو باید با دقت بیشتری بکاویم و جزئیاتش رو مورد تأمل جدیتری قرار بدیم. نکته اولی که در این تعریف چشمگیر است این است: خوشبختی یا سعادتمندی محصول داوری است که ما درباره تمامت زندگی خود می‌کنیم. یعنی اگر شما امروز الان از من بپرسید آیا تو فرد خوشبختی هستی یا نه، اینطور نیست که من به احساس کنونی خود صرفا نظر کنم. یعنی الان اگه حالم خوب باشه میگم خوشبختم، اگه حالم بد باشه میگم نه بدبختم. نه، اینطور نیست، بلکه من در یک نگاه کل زندگی خود رو پیش نظر میآورم و این تمامت زندگی رو مورد داوری قرار میدم. اگر نتیجه این داوری مثبت بود، احساس رضایتی به من دست میدهد که رضایت سعادت آمیز است، و اگر داوری من درباره تمامت زندگی من منفی بود، البته خود رو سعادتمند نمیدانم. به تعبیر دقیق‌تر، وقتی شما از من میپرسید آیا خوشبختی یا نه، من سه کار رو توأمن انجام میدهم. ابتدا نگاهی میکنم به گذشته زندگی خود، درسته، و کارنامه زندگی خودم رو در گذشته میکارم. نگاه میکنم که در زندگی گذشته خودم چه توفیق ها، کامیابی هایی داشتم، چه ناکامی هایی داشتم. دوره های شاد و غمناک زندگی خودم رو مورد ملاحظه قرار میدهم و در مجموع کارنامه زندگی گذشته خودم رو پیش چشم میآورم. این گام اول. گام دوم این است که وضعیت کنونی خود رو هم مورد توجه قرار میدم. یعنی ببینم در اکنونی که زندگی میکنم مجموعه نعمت‌ها و نقمت‌هایی که در دسترس من است کدام است، گرفتاری‌هایی که دارم، توفیق‌هایی که اکنون از او بهره می‌برم کدام است. این مجموعه را هم مورد ارزیابی قرار می‌دهم. گام سوم، به افق‌های آینده نظر می‌کنم و تا اونجایی که می‌توان پیش‌بینی سنجیده و خردمندانه درباره زندگی آینده کرد، افق‌های زندگی خود رو می‌کاوم. آیا این افق‌ها گشوده هستند؟ آیا خورشید در دوردست به روی من لبخند میزند یا ابرهای تیره تهدیدگر در افق زندگی من کمین کرده اند و من رو تهدید میکنند؟ وقتی که شما مجموعه ارزیابی گذشته، اکنون و آینده خود رو در کنار هم قرار میدهید، به نحو شهودی ارزیابی از کارنامه زندگی خود پیدا میکنید. اگر نتیجه این ارزیابی کارنامه مثبت بود، احساس رضایتی که به شما دست می‌دهد احساس رضایت سعادت‌آمیز است. بنابراین وقتی که شما می‌خواهید ببینید آیا خوشبخت بودید یا نه، همیشه تمامت زندگی خود رو مورد ارزیابی و داوری قرار می‌دهید، نه یه مقطع جزئی و کوچک. این نکته اولی است که از تعریفی که بیان کردم حاصل می‌شود. نکته دوم این است که رضایتی که از او یاد کردیم اعم از احساس خوشی است. این نکته مهمی است. احساس لذت و خوشی کردن یک نوع از رضایتمندی است. برای اینکه این معنا روشن بشه بگذارید توضیح مثالی بزنم. شما فرض بکنید کسی رو در نظر بگیرید که دچار بیماری صعب العلاج است و درد بسیار شدیدی رو تجربه میکنه. حالا اگه ازش بپرسی حالا چطوره، میگه خیلی بدم، عمیقا درد میکشم، در رنجم، درسته؟ بنابراین به معنای دقیق کلمه این آدم خوش نیست، تجربه لذتی ندارد. اما فرض کنید که به این آدم بگید که اکنون علی‌رغم اینکه در حال دردی، به زندگی خود نظر کن و به من بگو که داوری تو درباره تمامت زندگی خود چگونه است. این فرد کاملا ممکن است اگر فرد بختاری بوده است در زندگی خود به شما بگوید که علی‌رغم اینکه من اکنون در دردم
شاد نیستم، خوش نیستم، اما از زندگی خود راضیم. یک نوع احساس رضایت از کارنامه توفیق‌آمیز زندگی خود داره. پاردون فرمایید. فرد اگرچه خوش نیست اما رضامند است، رضایت خاطر رو تجربه می کند. بنابراین مفهوم رضایتی که ما در اینجا به کار می بریم، این رضایت یا خرسندی اعم از این تجربه ذهنی روانی لذت مندی یا خوش بودن به معنای متعارف است. معناش این است که فرد می تواند از زندگی خودش خرسند باشه اما ناشاد باشه، ناخوش باشه. و بعدن خواهیم دید که این معنای از رضایت مندی معنای بسیار مهمی است. توضیح بیشتری در این باره خواهم داد. نکته دیگری هم که به گمان من برای فهم مفهوم خوشبختی یا سعادت لازم است به او توجه کنیم این است که رضایت سعادت آمیز یک نوع خاصی از رضایت است. ما هر نوع رضایتی رو رضایت سعادت آمیز نمی دانیم. این رضایت چگونه رضایتی است؟ رضایت سعادت آمیز، خرسندی سعادت آمیز، رضایت ناشی از برآمدن خواسته ها، تحقق آمال و آرزوهای ماست. ما اهدافی در زندگی خود داریم، خواسته هایی در زندگی خود داریم. وقتی که این خواسته ها برآورده می شوند، احساس رضایت حاصل از اون رو احساس رضایت سعادت آمیز می نامیم. بنابراین ما وقتی که به کارنامه زندگی خود نظر می کنیم و می بینیم که در طول زندگی مهمترین اهداف یا غایات یا خواسته هایی که مطلوب ما بودن برآورده شدن یا عنقریب است که برآورده شوند، البته اون احساس خرسندی رو احساس رضایت سعادت‌آمیز می نامیم. من مایلم اینجا توضیح مختصری هم بدم درباره این مفهوم خواسته یا هدف. پس توجه کنید، تا اینجا نکته‌ای که عرض کردم این است: مفهوم سعادت با مفهوم برآمدن خواسته‌ها یا تحقق اهداف مناسبت دارد. اما این منظور از خواسته‌ها یا اهداف چیست؟ شما ملاحظه کنید ما به طور کلی سه دسته مطلوب در زندگی خود داریم که این سه دسته مطلوبات رو باید از یکدیگر تفکیک بکنیم. مطلوبات نوع اول پاره از امور هستند که ما برای تأمین سعادت خود به اونها نیاز داریم، احتیاج داریم و اون مطلوبات در اختیار ما هم هستند. برای مثال فرض کنید که ما همه برای اینکه از نعمت سعادت بهره‌مند بشیم باید سالم باشیم. خب یه جوانی رو در نظر بگیرید، جوان 17-18 ساله به طور طبیعی در شرایط عادی سالم است. این سلامت نعمتی است که برای تأمین سعادت او لازم است و حاصل هم شده. یعنی فرد واقعا سالمه و برای اینکه سلامت خود رو حفظ کند لازم نیست کار خیلی خارق‌العاده‌ای هم بکنه. این نوع مطلوبات رو داشته‌های فرد می‌نامیم. بنابراین داشته‌های فرد عبارتند از مطلوباتی که برای تأمین سعادت یک فرد لازمند و در اختیار فرد هم هستند. اما پاره مطلوب‌ها هستند که برای تأمین سعادت ما لازمند اما در اختیار ما نیستند. ولی اگر ما یه تلاش معقول برنامه ریزی شده انجام بدیم، در یک مدت قابل پیشبینی کمیابیش می توانیم اون مطلوب رو حاصل شده تلقی کنیم. درسته؟ این مطلوبات خواسته های خود می نامیم. برای مثال اون جوانی رو که مثال زدم در نظر بگیرید، سلامت برای این جوان جزء داشته های اوست، اما فارغ التحصیل شدن از دانشگاه جزء خواسته های اوست. یعنی باید در کالج، در مدرسه شرکت بکنه، زحمتی بکشه، امتحاناتی بده، درس‌های بخونه و البته مطلوبش در پایان فرض کنید که 4 سال حاصل بشه، مدرک مورد نظرش رو بگیره. در اینجا اون مطلوب در افق امکانات اون فرد وجود داره. کافیه که برنامه‌ریزی بکنه، تلاشی بکنه تا مطلوبش حاصل بشه. این رو خواسته های یک فرد مینامیم. بنابراین خواسته ها عبارتند از اون مطلوباتی که برای تأمین سعادت یک فرد، برای تأمین بهروزی یک فرد لازم است و فرد میتواند با فعالیت معقولی که انجام میده اون رو در یک زمان معقول در زندگی خود تأمین کند و به داشته های خود بیفزاید. پاره مطلوب ها هستند که دسته سوم. پاره مطلوب ها هستند که برای سعادت و بهروزی ما لازمند، در اختیار ما هم نیستند، اما وقتی که به افقهای آینده نظر می کنیم
بسیار بعید میدانیم که دست کم در شرایط فعلی اون مطلوبات برای ما حاصل بشود. اینها را آرزوهای آمال مینامیم. مطلوبهایی هستند که در اختیار ما نیستند و ارزیابی واقع بینانه ما همین است که اگر تلاشی هم بکنیم تا اونجایی که میبینیم در اختیار ما نیست. فرض کنید که این جوان آرزو داره نویسنده رمان‌نویس خیلی مشهوری بشه. در حدی که امروز میتواند داوری بکند، این تمنا بیرون از دسترس اوست. اگر حاصل میشد بسیار خوشبخت میشد، بسیار احساس سعادت میکرد، اما در شرایط فعلی جز آرزوهای او محسوب میشود. بنابراین ما مجموعه مطلوباتمون در زندگی رو به سه دسته میتوانیم تقسیم کنیم: داشته ها، خواسته ها و آمال یا آرزوها. خب در واقع احساس رضایت سعادت آمیز وقتی حاصل می شود که خواسته های ما به داشته های ما تبدیل بشوند و آرزوهای ما به خواسته های ما، یعنی اون چیزی رو که به دنبال او هستم و هنوز از دسترس من دور است حاصل کنم، به دست بیارم، جزء داشته های من بشه، و اون چیزهایی که در افقهای خیلی دور است جزء آرزوهای من است، چندان به اونها نزدیک بشم که با یک تلاش معقول امکان تحققشون برای من وجود داشته باشن. درسته؟ بنابراین فرض بکنید که این جوانی رو که مثال زدید، این سلامت جزء داشته هاشه، احساس رضایت سعادت آمیز وقتی است که این جوان تحصیلات خودش رو انجام بده، مدرک خودش رو بگیره، یعنی اون خواستش اکنون جزء داشته های او بشود و چندان در زندگی بکوشد که رفته رفته اون تمنای او که نویسنده مشهور شدنه رفته رفته جزء امکانات او در بیاد، یعنی ببینه واقعا نوشته های منتشر کرده، مقبول، طبع اهل نظر واقع شده، رفته رفته افرادی علاقمند شدن، نوشته های او رو میخوانن، از او میخوان چیزهای بیشتری بنویسه، و یک مرتبه درک میکند آنچه که پیشتر جزء آرزوهای دست نایافتنی او بوده است اکنون رفته رفته جزء خواسته های اوست. این فرایند رو ما به او میگوییم پروگرس، پیشرفت. درسته؟ زندگی رو به بهبود، زندگی رو به پیشرفت، زندگی است که این اتفاق مستمرن در او میفتد، یعنی آرزوهای ما به خواسته های ما و خواسته های ما به داشته های ما تبدیل میشوند. اما البته در قالب موارد وقتی که ما خواسته ای داریم و این خواسته رو برآورده می کنیم و این خواسته جزء داشته های ما می شود، رفته رفته احساس رضایت ناشی از این توفیق نزد ما رو به افول می رود. فرض کنید که شما وقتی که جوانید میگید خدایا من یه چی نمی خوام، فقط یه سقف بالا سرم باشه. خب تلاش میکنید، بعد از این مدت یه آپارتمان میخرید، خب یه سقفی اومد بالا سرتون، خیلی خوشحالی. درسته؟ اما یه مدتی که میگذره میگید که خدای شکر که سقفی بالا سرمه، ولی کاش که یه خونه بزرگتری داشتم. حالا دیگه از این خونه که در اختیار شماست راضی نخواهید بود. خب باید چیکار کنید؟ این خواسته تازه تر که در وجود شما سر بر میزند، شما به بودجه خودتون شغل نگاه میکنید، ببینید آرزوی طول و درازی است، میگید خب حالا فعلا به همین خونه میسازم، اما احساس رضایت شما از زیستن در این خونه رفته رفته کاستی میپذیره، تا اینکه بعد از یه مدتی شغل شما تغییرات میکنه و اون چه که پیشتر جزو آرزوهای شما بود میبینید که نه، ظاهرا اگر یه برنامه‌ریزی بکنید شاید در عرض دو سال دیگه اون خونه بزرگتر رو بتوانید بخرید. خب اون آرزو جزو خواسته های شما شده و از قضا شما خونه رو میخرید. به محض اینکه خونه رو میخرید، اون احساس رضایت پیشین که از کف رفته بود دوباره زنده میشود، تا مدتی خوشید. بعد از یه مدتی که گذشت، رفته رفته این احساس فروکش میکند و میگوید که ای کاش خونه اوشن ویو داشتن. حالا از این یکی ناراضی میشید، تقلا میکنید برای یه وضعیت بهتر. مادام که این اتفاق بیفتد، یعنی مادام که شما در زندگی خود بتوانید آمال رو تبدیل به خواسته ها و خواسته ها رو تبدیل به داشته ها بکنید، در زندگی شما به اصطلاح نوعی پیشرفت فراهم میشود و این احساس رضایت ناشی از سیر سعودی همون احساس رضایت سعادتمندی است. اگر شما این تحلیل رو بپذیرید، خواهید دید که بنابراین خوشبختی یا سعادت یک پدیده ایستا نیست، یک پدیده متحرک پویاست. یعنی اینجوری نیستش که یه بار یه اتفاقی بیفتد و برای همیشه من بگم خوشبخت میشم. خوشبختی یک اکتیویتی است، یک فعالیت است. شما مرتباً باید کاری رو انجام بدید، اکامپلیشمنتی داشته باشید، هدفی رو، غایتی رو، خواسته‌ای رو تحقق ببخشید، و مادام که این فرایند
در جریان است، شما این احساس رضایت رو در زندگی خود می توانید داشته باشید. بنابراین احساس خوشبختی یا سعادت تا حد بسیار زیادی با احساس پیشرفت در زندگی هم عنان است، یعنی یک فرایند دینامیک هست، یک واقعی استاتیک یا ایستا نیست. اما اجازه بدید همینجا این نکته رو هم عرض بکنم که ما در زندگی خود از دو حیث هست که خود رو در حال پیشرفت می‌بینیم، یعنی از دو زاویه است که کسی زندگی خود رو رو به پیشرفت می‌داند، و این نکته مهم است. عرض خواهم کرد چرا مهم است. گاهی وقتا وقتی من می‌گویم که در زندگی خود پیشرفت کردم، به حجم داشته‌های خود نظر می‌کنم. می‌بینم وقتی که جوان بودم هیچی نداشتم، نه خونه‌ای داشتم، نه خانواده‌ای داشتم، نه سوادی داشتم، نه هنری داشتم، هیچی. اما امروز که به خود نگاه میکنم، در میان سالی میبینم خانواده خوبی دارم، خونه و زندگی آبرومندی دارم، دانش اندوختم، تخصصی آموختم. ترجمه میکنید حجم داشته های امروز خود رو با داشته های 20 سال قبل خودم مقایسه میکنم، میگم خب برابر این پیشرفت حاصل شده است و لذا احساس خوشبختی میکنم. اما یک نوع دیگری از پیشرفت وجود دارد که این نوع دوم است که با مفهوم خوشبختی هم عنان است. در این را شما برای اینکه داوری کنید آیا در زندگی خود پیشرفت کردید یا نه، به حجم داشته های خود نظر نمی کنید، به جهت زندگی خود نظر می کنید. یعنی چی؟ یعنی نگاه می کنید اگر جهت زندگی شما رو به پیش بود احساس خوشبختی می کنید، اگر زندگی شما جهتش رو به پس به نزول بود احساس ناپسندی می کنید. چجوری؟ بذارید من این مثال بزنم. شما این نکته که میخوام بگم برای دوستانی که از میان سالی گذشتن نکته توجه انگیزی است. یکی از مهمترین ریشه های ناخرسندی ما در دوران میان سالی و کهولت در اینجا نهفته است. شما یک مرد یا زن میان سال رو در نظر بگیرید، اگر این فرد به داشته های امروز خود نظر بکند و این داشته ها رو با داشته های دوران جوانی خودش مقایسه بکند، در قالب موارد حجم داشته های این فرد به مراتب بیشتر از دوران جوان میشه. درسته خانواده ای داره، خانه و زندگی داره، دانشی داره، سوادی داره، تجربه ای داره که بیشتر نداشته است. بنابراین به یه معنا این فرد اگر بنا بود حجم داشته ها افزایش در میزان داشته ها احساس رضایت و خوشبختی ایجاد کنه، این فرد باید دم خوشبختی باشه. اما یک تفاوت مهم میان زندگی این فرد در میان سالی و زندگی همین فرد در دوران جوانی وجود داره. اون تفاوت چیه؟ جوان علارغم این که چیزی نداره زندگیش رو به پیش است، و یک فرد میان سال یا کهنسال علارغم این که بسیار چیزهایی داره زندگیش در سراشیبی است. توجه میکنید جهت زندگی فرق کرده است، و این نکته مهمیه. در بسیاری از مواقع علارغم این که حجم داشته های من بسیار زیاد است، اما وقتی به جهت زندگی نظر میکنم جهت رو به افول است. توجه میکنید جهت رو به افول است. بنابراین اون احساسی که بیش از همه، اون تجربه پیشرفتی که بیش از همه با احساس رضایت از زندگی سر و کار دارد، حجم داشته های ما نیست، جهت زندگی ماست. در واقع در دوران میان سالی در واقع این اتفاق میفته. فرد وقتی که جوانه است افقهای آینده رو به روی خود گشوده میبیند، چیزی ندارد اما در آینده، در افق آینده خورشید تابان میبیند. دانشی ندارد اما توان دانش اندوزی دارد و میداند که با جهدی میتواند دانش بیندوزد. خانواده‌ای ندارد اما دروازه های عشق به روی او گشوده است، میتواند تجربه عشق داشته باشد، خانواده گرم بیافریند. و تجربه‌ای ندارد اما میداند که میتواند تجربه بیاموزد. زندگی او علارغم اینکه داشته ها کم است رو به پیشرفت است، رو به پیشرفت است. اما وقتی که فرد به میان سالی میرسد، یک بار درک میکند که باید داشته های خود رو رفته رفته داشته های او به خواسته ها تبدیل میشود. سلامتی که امروز در جوانی اصلا من بهش فکر نمیکنم، میان سال که میشم باید مراقب کلسترولم بشم، باید مراقب رژیم غذاییم بشم، باید ورزشم رو بیشتر بکنم. یعنی چیزی که پیشتر برای حفظ او لازم نبود تلاش کنم، اکنون باید برای حفظ او شروع کنم به تلاش کردن. بسیار از خواسته های من جز آرزوهای من میشود. یعنی پیشتر من جوان که بودم میخواستم برم دو ماراتون، کافی بود یه ماه تمرین کنم خب میرفتم دو ماراتون.
حالا که به میان سالی رسیدم رفته رفته پیاده روی هم بذار آرزوها میشه، رفته رفته از عهده او هم بر نمیام. یعنی مکانیسم معکوس میشود، داشته های ما جزء خواسته های ما میشود و خواسته های ما به آرزوهای ما میپیوندند. جهت زندگی ما رفته رفته رو به افول است. شما ببینید یک فرد میان سال در افق آینده زندگی خود چه میبیند؟ سلامتی که از کف میرود، ثروتی که باید فرو برد، فرزندانی که پرورانده است اما مثل پرندگانی از آرانه پرواز میکشند و میروند، توجه میکنید؟ و عمری که به سرعت به سر میآید. بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، کین اشارت به جهان گذران ما را است. توجه میکنید؟ گفتش که یک چند به کودکی به استاد شدیم، یک چند به استادی خود شاد شدیم، پایان سخن شنو که ما را چه رسید، از خاک برآمدیم و برباد شدیم. توجه میکنید؟ این نگاه یک حکیم است که از میان سالی به بعد این تجربه برای او صرفا یک تجربه نظری نیست، بخشی از زندگی او میشود. بنابراین نکته که مایلم بر او تاکید بکنم این است که اون چه که با احساس رضایت سعادت آمیز هم انان و هم بسته است، این جهت است. وقتی که مادام که در جریان زندگی ما آرزوها به خواسته ها و خواسته ها به داشته ها تبدیل می شود، احساس رضایت سعادت آمیز می کنیم. به محض اینکه این روند معکوس می شود، یعنی داشته های ما خواسته های ما می شود و خواسته های ما به آرزوها و آمال ما می پیوندند، البته فرد پریشان می شود. ریشه اضطراب ها، ناآرامی ها، اندوها و ناخرسندی های دوران میان سالی و کهولت رو باید در این تغییر جهت زندگی یافت. خب بنابراین خوشبختی با جهت حرکت ما در زندگی متناسب است. اما این نکته رو هم بیفزایم، نفس پیشرفت در زندگی لزوماً بر خوشبختی ما نخواهد افزود. چرا؟ بذارید من یه مثالی خورده ریاضی ترش بکنم. فرض بکنید که الان سطح خوشبختی من، احساس خوشبختی من یه واحد مثلا فرض کنید 8ه، حالا هر واحدی که از 8 واحد خوشبختی، و یه خانه میخرم که آرزوم بوده، جز خواسته های من بوده. به محض اینکه خانه رو میخرم این عدد 8 میشه 10، درسته؟ خب بعد از این مدتی که عرض کردم در این خانه زندگی میکنم، رفته رفته عادت میکنم به این خانه و تمناهای دیگر در من موجود، این عدد 10 رضایتی که در واحد 10 بود یواش یواش شروع میکنه به پایین آمدن. شما برای اینکه این رضایت رو در حد 10 حفظش کنید باید چیکار کنید؟ باید روی خونه بزرگتره رو بخرید. خونه بزرگتره رو که خریدید دوباره این احساس رضایت شما برمیگرده به عدد 10، درسته؟ بنابراین نفس پیشرفت اینجوری نیست که احساس خوشبختی شما رو بیشتر بکنه. یه حدی از پیشرفت لازم است برای اینکه شما رو در اون حدی که هستی حفظ بکنه. اگر شما میخواید احساس خوشبختی خود رو بیفزایید، فقط کافی نیست که پیشرفت کنید، سرعت پیشرفت شما مهمه. یعنی اگه بخواید که این عدد 10 رو بکندش 12، باید دو تا خونه بخرید. فرضاً می‌کنید اگر شما این تعبیر رو به همین شکل ظاهریش تلقی کنید که عرض می‌کنم مطابق بعضی تئوری‌ها درباره خوشبختی همینطوره، خواهید دید که چرا ما هرگز در زندگی نفس این که خوشبختی رو بر مبنای رقابت پایان ناپذیر تعریف میکنیم خودش موجب ناخرسندی ما میشود. یه مسابقه که تمامی پذیر نیست، ما رو فرسوده میکند. ما قاعدتاً باید خوشبختی رو بر مبنای پاره مطلوبات تعریف کنیم که وقتی که برای ما حاصل شد، بیشترش حاصل شد بگیم خدایا شکرت، حاصل هم نشد میگیم الحمدلله، همینیم که هست خوب است. پاره نعمت ها در این عالم هم که بعد از یک مدتی بر ما سرد می شوند و احساس رضایت خاطر ما رو زائل می کنند، مثل ثروت است. شما هر چقدر که ثروت داشته باشید طالب بیشترش خواهید بود و اگرم اهل رقابت نباشید این ثروتی رو که دارید از کف خواهید داد. ولی اون چه که در ادبیات دینی ما فرض کنید به او علم نافع می گویند، اینجوری نیست. کسی که صاحب علم است البته طالب علم بیشتر است، اما گرسنه نیست. یعنی نسبت به اون چه که دارد آرامش میپذیرد، مثل یه آدم خلاق است. یه آدم هنرمند البته دوست داره کارهای هنری بیشتری بکنه، اما نفس آفرینشگری برای او وضعیت رضایت بخشی است، چیزی بیش از اون نمیخواهد. مثل یک انسان مؤمن، انسان مؤمنی که حضور خداوند رو در زندگی خود کشف میکند بیش از اون نمیخواهد. اهل بهشت همین طورند. اهل بهشت کسانی هستند که با مطابق
باورهای دینیمون بهش رو مراتب طبقات مختلفی براش قائلیم. خب اگه بنا بود که کسانی که در طبقه بهشت اول بهشتن همش به طبقه دومیان نگاه کنن حسرت بخورن که اون بهشت جهنم بود. مسئله این است که افراد در اون مقامی که هستند به اون مقام رضایت میدهند. نعمتی که در اون مقام به اونها خورانیده میشود چندان قویست و چندان مقضی و مقویست که هاضمه اونها رو اشباع میکنند. بیشترش اگه بهشون دادن شکر میکنن، اما اگرم ندادن احساس ناخرسندی نمیکنن. این رو توضیح خواهند داد. نیکی ها از این نوعه. انسانی که وجود خود رو به نیکی ها متحقق میکند، از این که به چنان وضعیت فضیلتمندانه رسیده است احساس سیری میکند. گرسنه نیست، ولی برعکس بسیاری از خوشی ها و لذت های این جهان به توضیح که خواهم گفت نوعی گرسنگی در ما به وجود می آورند و ما رو گرفتار یک مسابقه وقت بناپذیر می کنند. به هر حال نکته ای که مایلم در اینجا برش تأکید بکنم این است که در مجموع می توان این نکته رو تصدیق کرد که احساس خوشبختی با نوعی پیشرفت همگام است. این پیشرفت لازم نیست لزوماً پیشرفت به معنای ماتریالیستی باشه، ممکنه پیشرفت از نوع دیگری باشه که ما رو گرفتار اون مسابقه های نفسی نکند. و البته در اینجا سرعت پیشرفت هم به اندازه نفس پیشرفت مهم است. خب بگذارید باز بر تعریف خوشبختی نکته دیگری رو هم بیارسیم. پس تا اینجا دوستان به خاطر دارن که آنچه که سعادت یا خوشبختی مینامیم عبارت هست از احساس رضایتمندی که اهم از خوشی است که برای ما حاصل می شود وقتی که به تمامت زندگی خود نظر می کنیم و داوری ما این است که جهت زندگی ما مثبت بوده است. ما توانستیم آمال خود رو به خواسته های خود و خواسته های خود رو به داشته های خود بدل کنیم. اما حالا شما ممکنه که بپرسید که آیا برای این که فردی خوشبخت بشود شرطش این است که تمام خواسته های ما برآورده بشود؟ پاسخ این است که نه. لازمه خوشبخت بودن این نیست که همه خواسته های ما در زندگی برآورده شود. یه زندگی متعارف انسانی شریف یه زندگی هدفمند است البته، و فرد هوشمند اهداف خود رو در زندگی اولویت بندی میکند. یعنی ما در زندگی البته همه هدفهایی رو دنبال میکنیم، اما بعضی هدفها برای ما مهمترن، اساسیترن، ضروریتر به شمار میروند. در واقع خوشبختی با برآمدن خواسته ها یا تحقق اهداف مهمتر زندگی ما همبسته است. برای مثال ممکن است که یک کسی عاشق کسی باشه، محبوبی داشته باشه که به وصال او نرسیده است. این فرد به خودش چی میگه؟ میگه من هیچی نمیخوام جز وصال محبوب. یعنی اینجا عشق به اون محبوب و وصال اون محبوب عالی ترین هدف زندگی اوست. و تصور فرد این است که اگر این هدف حاصل بشود، این خواسته برآورده شود، ولو اینکه خواسته های دیگر زمین بمانند، فرد احساس خوشبختی میکند. بنابراین خوشبخت بودن به این معنا نیست که فرد تمام خواسته های او برآورده شود. خوشبختی به این است که خواسته های مهم فرد برآورده شود. البته شما ممکنه بپرسید که آیا هر خواسته‌ای که من در زندگی خود مهم بدانم برآمدن اون خواسته به معنای خوشبخت شدن من است؟ در اینجا اختلاف نظر وجود داره. من به این اختلاف نظر برمیگردم. سوالی هست، فرض کنید که من مایلم مهمترین هدف زندگی من این است که بزرگترین جنایتکار قرن 21 بشم. درسته؟ بعد قضا شدم. درسته؟ آیا این به این معناست که من آدم خوشبختی هستم؟ سوال است. پاره تلقی‌های خوشبختی میگوید بله. مهم نیست تو چه هدفی رو هدف مهم زندگی خود میدانی. مهم این است که تو اون رو هدف مهم خودت بدانی. این که اون هدف چیه مهم نیست. اینی که برای تو مهم است مهم است. توجه میکنید؟ برابر این اگر کسی رأیش این باشه بله، یک کسی ممکنه بزرگترین جنایتکار روزگار خودش باشه، بگه که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد و اون چه که میخواستیم حاصل شد و خوشبخت شدیم. توضیح خواهم داد. مطابق پاره تلقی ها البته اینطوری نیست. هدفی که فرد برای زندگی خود اختیار میکند هم مهم است. برآمدن هر هدفی فرد رو خوشبخت نمیکند. خب حالا بیایم از اون ور تصور بکنیم. بگیم که فرض بکنیم که یک کسی تمام خواسته های مهم زندگیش برآورده شد. وقتی که به زندگی خود نظر میکند میگه که مهمترین اهداف زندگی من الف و ب و جیم بوده، این سه تا بوده. و به زندگی خودم نظر میکند و ببینه واقعا الف و ب و جیم هم برآورده شده است. آیا این فرد خوشبخت است؟
باز پاسخ نه لزومن. چرا؟ برای اینکه کاملا ممکن است که شما اهداف مطلوب زندگی خود رو برآورده کنید و وقتی که برآمد یه مرتبه نظرتون عوض شه، به نظرتون بیاد که این اهدافی که تمام زندگی خود رو برای تحقق او کوشیدید اهداف بی‌ارزشی بوده. درک شما، رأی شما درباره ارزشمندی این اهداف و برآمدن این اهداف عوض بشه، دیگه برای شما اهمیت نداشته باشه. در این صورت کاملا ممکنه از قضا به خاطر اینکه شما اون کسی بودید که این اهداف رو برآورده کردید از خودتون متنفر بشید، احساس بدبختی بکنید. بنابراین این کافی نیست که مهمترین اهداف زندگی ما برآورده شود. این باور که اهداف برآمده ارزشمندن هم باید دیر بپاید، یعنی باید اینجوری نباشه که تا امروز من فکر میکردم این اهداف خوبن فردا نظرم عوض شه. شرط خوشبختی این است داری که شما درباره ارزشمندی اهداف و ارزشمندی تحقق اون اهداف داری دیر بپاید، یعنی مثل باران بهاری نباشه که از میان برود. خب برابر این احساس رضایت سعادت آمیز وقتی دست میدهد که من معتقد باشم که خواسته ها و اهداف مهم زندگی من برآمده است، ثانیاً داوری من درباره این ارزش این خواسته ها هم پایدار بماند. خب حالا مجموع اینا رو کنار هم بگذاریم می توانیم یک تعریف دقیق تر از خوشبختی به معنای کلی به دست بدیم. وقتی که از سعادت سخن می گوییم منظورمون این است، وقتی می گوییم شخصی سعادتمند یا خوشبخت است مقصودمون این است که وقتی که فرد به تمامت زندگی خود نظر می کند، کارنامه زندگی خود رو مثبت می‌بیند و احساس رضایت می‌کند و این رضایتمندی محصول سه عامل است. سه شرط مهم دارد این احساس رضایتمندی. یکی شرط اول این است که فرد به واقع به این جنبندی و باور رسیده باشد که جهت زندگی او رو به پیش است، یعنی شمار قابل قبولی از آرزوهای مهم زندگی او تبدیل به خواسته های او و شمار قابل قبولی از خواسته های او تبدیل به داشته های او شده است، یعنی نوعی پیشرفت به معنای جهت مثبت در زندگی خود بیازماید. شرط دوم این است که فرد معتقد باشد که این روند، یعنی این پیشرفت تبدیل آرزوها به خواسته ها و خواسته ها به داشته ها به لحاظ ارزشی هم مثبت و ارزشمند بوده است، اهداف زندگی خود رو مهم بدانند. و شرط سوم همین است که داوری فرد در مورد ارزش آرزوها خواسته ها و ارزشمندی برآورده شدن اون آرزوها و خواسته ها دوام داشته باشد و در آینده هم بپاید. این تئوری ما درباره سعادت است. وقتی که میگوییم سعادت منظور ما این نوع احساس رضایتی است که فرد نسبت به زندگی خود می‌یابد. خب این پاسخ ما به سوال اول. حالا بپردازیم به سوال دوم. آیا آدم‌ها در طول تاریخ این نظریه، این درک از سعادت رو همه به نحو یکسان میشناختن و میفهمیدن؟ پاسخ این است که نه. در طول تاریخ بشر به طور کلی ما دو تلقی کلان نسبت به سعادت داشتیم. یک نوع تلقی رو اگر دلتون بخواد میتوانیم تلقی لذتگرایانه بنامیم. در تلقی لذتگرایانه سعادت به مثابه خوشبختی است و تلقی دیگری هم وجود دارد که میتوانیم او رو تلقی فضیلتگرایانه بدانیم. در این تلقی سعادت به معنای نیکبختی است. اولی سعادت خوشبختی به معنای happiness است، یعنی being happy. دومی به معنای well-being است، یعنی being good. خوب بودن غیر از happy بودن است. آدم خوب ممکنه خوشحال باشه ولی آدم خوشحال لزومی نداره حتما خوب هم باشه. برابری ما دو نوع تلقی کلی از سعادت در طول تاریخ بشر داشتیم. یکی تلقی لذتگرایانه بوده است که سعادت رو خوشبختی می دانسته است و دیگری تلقی فضیلت گرایانه از سعادت است که سعادت رو نیک بختی می دانسته است. این دوتا بنابراین با هم یکسان نیستن. خب خوب است که بررسی کنیم این دو نوع تلقی از سعادت یا خوشبختی رو و حکم هر کدوم از این تلقی ها رو بکاویم. تلقی اول رو گاهی وقتا تلقی ذهنی یا سابجکتیو هم می گوین. چرا؟ اولا مطابق این تصور از تلقی خوشبختی، سعادت همون چیزی است که ما تعریف کردیم، یعنی احساس رضایتی است که فرد درباره تمامت زندگی خود پیدا می‌کند. اما در این تلقی همونطوری که پیشتر هم اشاره کردم مهم نیست اهدافی که در زندگی تو تحقق پیدا می‌کند چیست، مهم این است که تو اون اهداف رو مهم می‌شماری و
برای تو برآمدن اون اهداف اهمیت داره. در این ترقی هیچ هدفی ذاتاً برتر بر هدف دیگر نیست. یعنی اگه هدف شما اینه که بزرگترین جنایتکار قرن بشید، اگه هدف شما اینه که اشکالی نداره، اگه هدف شما این است که قدیس روزگار خودتون بشین، اگه هدف شما هیچ اشکالی نداره، ذاتاً هیچ تفاوتی بین قدیس شدن و جنایتکار شدن نیست تا اونجا که به مسئله خوشبختی مربوط هست. برابر این در اینجا در واقع خوشبختی یک امر سابجکتیو است، بسته به رأی و نظر توست. بذارید اینجوری مثال بزنم. در واقع مطابق این تلقی خوشبختی یه چیزی مثل درد است. شما ببینید بین درد و احساس درد تفاوتی وجود داره؟ نه. فرض کنید که شما به من بگید که من درد ندارم ولی خیلی احساس درد میکنم، معنا نداره. اگه شما درد دارید یعنی احساس درد میکنید، اگه احساس درد میکنید معنیش یعنی همین که درد دارید. در اینجا میان درد و احساس درد تفاوتی نیست. در این تلقی، یعنی تلقی که سعادت رو خوشبختی میدان، خوشبختی این تلقی هیچ هدفی ذاتاً برتر بر هدف دیگر نیست. یعنی اگه هدف شما اینه که بزرگترین جنایتکار قرن بشید، اگه هدف شما اینه که اشکالی نداره، اگه هدف شما این است که قدیس روزگار خودتون بشین، اگه هدف شما هیچ اشکالی نداره، ذاتاً هیچ تفاوتی بین قدیس شدن و جنایتکار شدن نیست تا اونجا که به مسئله خوشبختی مربوط است. برابر این در اینجا در واقع خوشبختی یک امر سابجکتیو است، بسته به رأی و نظر توست. بذارید اینجوری مثال بزنم. در واقع مطابق این تلقی خوشبختی یه چیزی مثل درد است. شما ببینید بین درد و احساس درد تفاوتی وجود داره؟ نه. فرض کنید که شما به من بگید که من درد ندارم ولی خیلی احساس درد میکنم، معنا نداره. اگه شما درد دارید یعنی احساس درد میکنید، اگه احساس درد میکنید معنیش یعنی همین که درد دارید. در اینجا میان درد و احساس درد تفاوتی نیست. در این تلقی، یعنی تلقی که سعادت رو خوشبختی میداند و خوشبختی یعنی خوش بودن یک حالت ذهنی روانی است، در واقع میان خوشبختی و احساس خوشبختی هیچ فرقی نیست. مادام که فرد خوش است خوشبخت است، همین. مادام که فرد خوش است خوشبخت است. به همین دلیل است که این تلقی از خوشبختی رو گاهی وقتا هیدنیزم میگویند، یا خوشباشی یا فلسفه لذت گرایی. در هیدنیزم خوشبختی نهایتاً بر مبنای تجربه سابجکتیو لذت تعریف می‌شود و مطابق این تلقی تنها چیزی که ذاتاً برای انسان مطلوب است تجربه لذت و پرهیز از درد و رنج است. ما آدم ما یه جوری ساخته شده ایم که ذاتاً از درد و رنج می‌گریزیم و ذاتاً از تجربه لذت سرخوش می‌شویم. بنابراین به یه معنا به نظر می‌رسد که تمام تلاشی که ما در زندگی خود می‌کنیم برای جذب نوعی لذت است و دفع نوعی رنج، درسته؟ چه چیزی از این طبیعی تر به نظر میاد؟ این تلقی یه لذت گرایانه یا خوشباشانه از زندگی و سعادت، البته تاریخ بسیار بلندی دارد. دوستانی که با فرهنگ مغرب زمین آشنا هستند میدونند که این ایده ریشش به اپیکوریان میرسد در یونان باستان. در میان ما ایرانیان هم این نوع تلقی اپیکوری رو شما در اندیشه های خیام و حافظ میبینید. خیام به ما چه میگوید؟ میگوید خیام اگر از باده مستی خوش باش، گر با صنمی دمی نشستی خوش باش، چون عاقبت کار جهان نیستی است پندار که نیستی، چو هستی خوش باش. شما میبینید کاملا این بینش اپیکوری رو تشویق و ترغیب به خوش بودن است. خب در فرهنگ مغرب زمین هم همین طور است. در فرهنگ مغرب زمین، در دوران معاصر فرهنگ مغرب زمین، اون چه که به اخلاق یوتیلیتاریان یا اخلاق فایده گرایانه موسوم شد در واقع همین بود، اخلاق مبتنی بر خوشباشی. بزرگترین معروفترین چهره این نوع اخلاق جان استوارت میل است. دوستانی که با تاریخ فلسفه آشنا میشناسن میل رو. میل یکی از مهمترین فیلسوفان اخلاق جهان مدرن است. میل صریحا میگوید هپینس یا خوشبختی یعنی تجربه لذت و فقدان تجربه رنج. همین. البته از نظر کسی مثل میل وقتی از لذت سخن میگه لزوما لذت‌های جسمانی رو منظور نداره. لذت‌های عقلی، لذت‌های زیباشناسانه هم البته مد نظر او هست، ولی نهایتاً اون چه که از نظر این حکیمان اصالت دارد عبارت است از خوش بودن، تجربه لذت. من همینجا برای دوستان این نکته رو عرض بکنم که این درک از سعادت
از قضا ذهنیت ما انسانهای مدرن رو کاملا اشغال کرده است. الان شما از یه جوان خودمون که در اینجا پرورده شده بپرسید که بالاخره هدف تو چیه تو زندگی، میگه having fun, have a good time. درسته؟ و اصلا کل این زندگی برای این دیزاین شده است که ما یاد چیزهای اندوهناک نیفتیم. شما ببینید در این جامعه غربی بسیاری از چیزهایی که در فرهنگ دینی جزء واجبات بود همه به حاشیه رانده شده است. در فرهنگ دینی دو ذکرن که دوشادوش هم همیشه بودن و ما رو به اون توصیه کردن، یکی ذکر خداوند است، دیگری چیه؟ ذکر مرگ است، ذکر الموت. به ما توصیه کردن که همیشه این دو ذکر رو آویزه گوش خود کنید، نه از خداوند غافل شوید نه از یاد مرگ. حالا اگه شما در جامعه امروز غربی بگید که من خیلی به مرگ فکر میکنم، میگن شما دیپرسید، باید بری روانکاو ببینید، باید درمان بشید. ببین میخوام امروز میخوام تعطیلات کجا بریم؟ میخوام زیارت اهل قبور بریم. میگن شما مگه عقلتون کم شده؟ برید ببینید فام سینما تئاتر کنده غیره. به هر حال کاملا شما میبینید چه تحولی در نگرش به وجود آمده است. امروزه تلاش اینه، این صنعت عظیم انترتینمنت، این هالیوود، این فشن، تمام اینا دیزاین شدن برای اینکه توجه ما را از سویه های سوگناک هستی منصرف کنن، به این چیزا فکر نکنیم. چرا؟ برای اینکه حکمتی که در نتیجه توجه به سویه های سوگناک هستی برای فرد رخ میدهد، البته حکمتی نیست که کارخانه عظیم این جهان سرمایه‌داری با او بتواند بگردد. بنابراین کل این سیستم به نحوی طراحی شده است که ما را خوش نگه دارد، توجه میکنید، ولو به قیمت قفلت، توجه میکنید. این مهمترین تصویری از خوشبختی است که امروز در میان همه ما، حتی ما هم که فکر میکنیم این تصور نادرست است، در عمل بر همین الگو زندگی میکنیم. در عمل مهمترین غایت ما این است که خوشی رو بیفزاییم. خب بنابراین در تلقی لذتگرایانه مهمترین چیز تجربه مثبت پایدار خوشی است. مادام که ما در این وضعیت هستیم، در واقع خوشبخت به شمار میرویم. اجازه بدید این تلقی از خوشبختی رو با هم بررسی بکنیم و قوتش رو بکاویم. البته من میدونم و دوستان هم خواهند دید نفی این نظریه کارساز نیست، برای اینکه این نظریه فقط بر بنیانهای استدلالی استوار نشده است، یه لایف استایل است. زندگی ما رو یه جوری طراحی کردن که ما به راحتی نمیتوانیم این تصور رو از ذهن خود بیرون کنیم و درک جدیدتری از مفهوم سعادت رو بر جای او بنشانیم. اما به هر حال خوبه که درباره این معنا تأمل بیشتری بکنیم. خب فرض کنیم که این نظریه درست است، یعنی سعادت همون خوشبختی است. خوشبختی است یعنی چیزی جز احساس خوشی نیست، رضایت ناشی از برآمدن خواسته و اهدافی که مطلوب من است. حالا در اینجا این هدفش مهم نیست، هر چی که میخواد باشه باشه. خب اگر این رو بپذیریم، اولا ما میدونیم که یه جنایتکار هم کاملا ممکنه خوشبخت باشه. شما فرض کنید که یه کسی جزء این باندای مافیا و غیره است و در تمام عمرش جنایت کرده و آدم کشته و ثروت زیادی هم اندوخته، در آخر عمرش هم خودش رو بازنشست میکنه، میره در یکی از این جزایر هاوایی برای خودش یه قصر هم میسازه، کسی هم نمیشناسته، تا آخر عمرش هم از تمام لذت‌ها و مواهب این دنیا بهره مند میشه و بعدم در آرامش میمیره. خب مطابق این تعریف خودش به سعادتش زد و برد، خوشبخت است. ترجمه میکنید خللی بر او وارد نیست. به بیان دیگر اگر شما سعادت رو خوشبختی بدانید، به این تعبیری که عرض کردم، رعایت حدود و ضوابط اخلاقی بر شما فرض نخواهد بود. توجه میکنید هر چیزی، هر وسیله‌ای که بتوانه این احساس خوشی رو در شما القا و تقویت بکنه مجاز است. این به این معنا نیست که افرادی که به این تلقی باور دارن لزوما آدمای غیر اخلاقی هستند، نه، اخلاقی زندگی میکنن. اما اخلاقی زندگی میکنن نه برای اینکه اخلاقی زندگی کردن بر ما فرض است، خوب است، نه، اخلاقی زندگی میکنن برای اینکه به نفعشونه. فکر میکنن اگر اخلاقی زندگی نکنن معامله نمیتونن بکنن، راحت سر مردم کلا نمیتونن بذارن، گیر میفتن، پانیشمنت، تنبیه در انتظارشون خواهد بود. این افراد اخلاقی زندگی میکنن مادام که به نفعشون است و مادام که احتمال گیر افتادن در کار است. به محض اینکه این افراد ببینن بدون اینکه گیر بیفتن، بدون اینکه آبروشون ملکوت و مخدوش بشود، میتوانن کار خلاف اخلاقی بکنن که لذت زندگیشون رو بیفزاید، این کار رو خواهند کرد. دزدی نمیکنه برای اینکه میترسه گیر بیفته، آبروش بره، زندان بره. اما اگر یه جایی دید که میتونه سر مردم کلا بذاره، دزدی بکنه و کسی نفهمه و یه ثروتی بیندوزه و خانه خودش رو بزرگ کنه، اتومبیل خودش رو لوکس‌تر بکنه، این کار رو خواهد کرد. من این ندارم، توجه میکنید؟ بنابراین کسی که
سعادت رو خوشبختی میداند، نهایتاً پروایی نداره از اینکه بیرون به دور از نگاه دیگران و به دور از بیم بدنامی و رسوایی و مجازات کارهایی رو که هر چه که باشد برای تأمین خوشی و لذت خودش بکنه. نکته دوم، خب البته شما ممکنه بگید بله اینطور هست، ولی خب چیکار کنیم، دنیا همین جوریه دیگه، ما که دنیا رو خلقش نکردیم، دنیا اینجوریه و هر کسی هم زرنگ باشه و بتونه در این مسابقه زیرکانه منافع خودش رو تأمین کنه کرده دیگه، بدا به حال کسانی که نمیتوانه. خیلی خب فرض کنیم که این حرف درست. مشکل دوم، اگر خوشبختی چیزی جز این حالت روحی روانی مثبت و پایدار یعنی تجربه خوشی و لذت نباشه، در این صورت خودفریبی، قوت خوردن در توهم و امثال اینها میتونه راه‌های مهمی برای سعادت باشه. مثالی بزنم، فرض کنید که یه فردی مواد مخدر مصرف میکنه و از قضا خیلی هم سرخوش و شنگوله. خب فرض بکنید که این آدم میتونه تا آخر عمرش در گوشه اتاق بشینه و مواد مصرف کنه و در عالم هفروت باشه. شما هر وقت از این آدم بپرسید حالت چطوره، میگه خیلی خوشم. مطابق این تئوری باید بگیم چه آدم سعادتمندی، چه آدم خوشبختیه، بسیار خوشبخت‌تر از ماست که تلاش میکنیم، شکست میخوریم در زندگی، توفیق‌هایی داریم، ناکامی‌هایی داریم، کلی باید زحمت بکشیم تا یه هدفی رو، یه مقصودی رو برآورده کنیم. این آدم گوشه اتاقش نشسته و مواد مصرف میکنه و خیلی هم خوشه، باید خوشبختن تلقی کنیم. به نظر میاد شهود ما چنین فردی رو که تمام عمرش رو در خلسه های نشعه آور مواد مخدر سپری میکنند، اتفاقا ما این فرد رو آدم مفلوکی میدانیم، آدم بدبختی میدانیم و از پاری از عمیق‌ترین تجربه های سعادت آمیز این جهان محروم و بی‌بهره میدانیم. خب بنابراین اگر داوری شما این است، باید بپذیریم که این فرد خوشبخت نیست. و اگر شما بگید این فرد خوشبخت نیست، معناش این است که خوشبختی یا سعادت رو نمیتوان به صرف احساس سرخوشی تحویل داد. باز بگذاریم مثال دیگری بزنم و من در اینجا مایلم که رأی دوستان رو بشنوم، یعنی من مثال رو توضیح میدم و بعد از دوستان میخوام که رأی بدن درباره این موضوع. فرض کنید که مردی رو در نظر بگیرید که همسر خوبی داره، همسر وفاداری داره، دوستان بسیار نیکی داره، همکارانی داره که به او احترام می‌گذارند و یه 10-20 سالی از زندگیش رو در حلقه این گرم این اطرافیان سپری می‌کند و بعدم می‌میره و از دنیا میره. کاملا احساس رضایت داره. اما این روی صحنه است. وقتی شما به پشت صحنه می‌روید می‌بینید که در واقع همسرش در تمام مدت به این مرد خیانت می‌کرده است و دوستانش هم اصلا دوستش نداشتن، جلوش تظاهر میکردن و همکارانش هم هیچ احترامی براش قائل نبودن و پشت سر ریشخندش میکردن. سوال من این است، چند نفر از دوستان معتقدن که این آدم آدم خوشبختی بوده است؟ توجه کنید، این فرد مطلقاً اطلاعی نداشته است از این وقایع، یعنی از نظر او همسر وفادار، دوستان دوستدار و دشمنان و همکاران که به او احترام میگذاشتن. برای این تا اونجایی که به جهان این فرد مربوط می شود، این فرد کاملا خوش بود و در همین حال هم از دنیا رفت. بنابراین اگر اون تئوری رو درباره سعادت یعنی خوشبختی بپذیریم، قاعدتا این فرد باید خوشبخت داوری شود. سوال من این است، چند نفر از دوستان معتقدند که این فرد خوشبخت است؟ مرده و شما معتقد که خوشبخت است؟ خوش. بله. و داوری جناب عالی چیه؟ یعنی به نظر شما واقعا این افراد خوشبخت هستند؟ بسیار خوب. کدوم یکی از دوستان معتقدند که این فرد خوشبخت نیست؟ بله، و شما رو زیاد از دوستان هم رأی ندادن. خب حالا بذارید من سناریو رو اندکی تغییر بدم که داوری راحت تر بشه. حالا شما یه فرد دومی رو در نظر بگیرید که این فرد دوم هم همسری داره که بهش وفادار، دوستانی داره که دوستدار او هستن و همکارانی داره که به او احترام میگذارن و همونقدر عمر میکنه و در این فضا، در این اتمسفر از دنیا میره. پشت صحنه که میرید، واقعا همسر او به او وفادار است، واقعا دوستان او دوستدار او هستن و واقعا همکاران او به او احترام میگذارن. بنابراین این دو فرد رو مقایسه کنید، تا اونجایی که به خود این افراد مربوطه، دنیا این دو تا این همه، توجه میکنین از زاویه این دو تا فرد هیچ تفاوتی بین این دو تا زندگی نیست. اما سوال من این است، به نظر شما فرد الف، یعنی اونی که همسرش به واقع بهش خیانت میکرده و دوستانش دوستارش نبودند و غیره، اون فرد خوشبخت‌تر است یا این فرد دوم؟
بذارید سوال رو اینجوری بگم. به نظر شما فرد شما دوست داشتید جای فرد الف بودید یا فرد دو؟ دوستانی که دوست داشتن جای فرد الف بودن raise your hand. دوستانی که مایلن جای فرد دوم باشن لطفاً رأی بدید. خیلی خوب. خب می‌بینید. ببینید در واقع شهود شما خواهش می‌کنم بفهمید. درسته؟ خب بذارید شما درست میگید. حالا ببینید در واقع سوال من از شما اینه. اگر ما بخوایم این دو تا زندگی رو با هم ارزیابی کنیم و اینا رو خوشبخت بدونیم یا ندونیم از موضع سوم شخص، از موضع من و شما که بیرونیم و ناظرین، ببینید من و شما، من و شما که الان این دو تا صحنه پیش رومون قرار گرفته، خب ببینید اگر خوشبختی عبارت بود از اون تجربه ذهنی درونی، محتوای ذهنی دو تا که هیچ فرقی نداره، توجه می‌کنید؟ بنابراین مطابق اون تئوری خواه از نظر اون فرد، خواه از نظر ما، بین این دو تا هر دو تا به یه اندازه خوشبختن، برای اینکه هر دو تا به یک اندازه از اون تجربه سابجکتیو بهره مند شدن. درسته؟ اما حالا سوال من اینه، اگر واقعا خوشبخت بودن به اون محتوای ذهنی است و خوشبختی عالی ترین مقصود ماست، باید بگیم که خب از این جهت بین این دو تا زندگی هیچ فرقی نیست. حالا سوال من اینه، اگر شما میخواستید بین این دو تا زندگی یکی رو انتخاب کنید، کدوم رو انتخاب میکردید؟ اولی یا دومی؟ دومی. به محض اینکه شما میگید دومی یعنی چی؟ یعنی میگید که من زندگی خوب رو صرفاً بر مبنای تجربه سابجکتیو خوشی تعریف نمی‌کنم. معناش این است که شما میگید اون تئوری درباره سعادت مردود است. زندگی خوب زندگی خوش نیست، باید چیزهای دیگری هم درش باشه. برای مثال خوشی ما باید مبتنی بر واقعیت باشه نه توهم. درسته؟ خب بذارید یه مثال دیگری بزنم. خواهش می‌کنم. بله. شما میگه خب بدبختر هم خواهد بود. بله، یعنی شما تقویت میکنید این رأی، کاملا درسته. یعنی اگر ما بیان حیات پس از مرگ رو هم در میون بذاریم اینا، خب بله، این که به مراتب ممکنه که اصلا این تقویت هم بشه. بله، یعنی شما موافقید که به هر حال به نظر میاد که احساس خوشبختی برای خوشبخت بودن کافی نیست. بذارید مثال دیگری بزنم. فرض کنید که دانشمندان تونستن یه ماشین بسیار پیچیده بسازن که وقتی به مغز ما وصل میشه هر چیزی که ما آرزو داریم برای ما میتوانه ایجاد بکنه، منتها به طور مجازی، نه واقعی، یه چیزی مثل این ماتریکس. خب بذاریم اسمش ماشین سعادت. شما هر چیزی که بخواید، هر مطلوبی که بخواید به این ماشین میگید و این ماشین کاملا برای شما فراهم میکنه پیش روی شما. و شما وقتی که به این ماشین وصل بشید، تمام این تمناهای شما دوست دارید که قهرمان بشید، برنده جایزه نوبل بشید، هرچی که میخواید تو این جهان مجازی این ماشین برای شما فراهم میکنه. یه جوری هم فراهم میکنه که شما اصلا نمیفهمید در جهان مجازی، یعنی واقعا فکر میکنه که این اتفاقات داره برای شما میفته. بنابراین این ماشین اینجوری دیزاین شده که شما تمام آرزو، حتی ممکنه بگید که من میخوام تمام خانواده‌م هم تو این دنیای مجازی باشن، شما همه اعضای خانواده‌تون رو هم میتونید داشته باشید. ممکنه بگید که برای خوشبخت شدن یه ذره سختی هم لازمه، اون ماشین یه ذره سختی هم براتون ایجاد میکنه، هرچی که شما بخواید. منتها شرطش این است، و البته همونطور که عرض کردم، شما به محض اینکه به این ماشین وصل بشین، مثلا یادتون میره به این ماشین وصل شدید و جهانی که تجربه میکنید اصلا نمیتونید از جهان واقعی تمیز بدید، تفکیک بکنید. اما شرطش این است، به شما میگن که اگر به این ماشین وصل شدید دیگه تا آخر عمرتون وصل دیگه، راه برگشت نداره، این راه یه طرف است. خب حالا فرض کنید که این ماشین رو آوردن اینجا، مکانیزمش رو هم توضیح میدن، حالا بعد از شما میپرسن چند نفر از دوستان مایلن به این ماشین وصل بشن؟ چند نفر مایل نیست وصل بشه؟ لطفا همه رأی بدن. خب ببینید باز شهود شما این رو میگه، میگه که ببینید اگر خوشبختی عبارت بود از احساس خوشی، خب ببینید اون ماشین تمام اون چیزی رو که ما میخواستیم به ما میداد. اما این که ما این زندگیمون رو علارغم دشواری‌هاش، علارغم ناکامی‌هاش، به اون سعادت مجازی ترجیح میدی، معناش یعنی چی؟ معناش این است که خوشی تنها مطلوب ما در زندگی نیست.
اینی که ما این خوشی رو بر مبنای یک واقعیت کسب کرده باشیم برای مثال مهم است. من مایلم اگر توفیق پیدا میکنم من کسب کرده باشم، واقعا من تلاش کرده باشم در خور جایزه نوبل باشم به من نوبل بدن، نه اینکه رو تخت بیمارستان دراز کشیده باشم و در حال مردن و پوسیدنم اما تو ذهنم هزار یه اتفاق هیجان انگیز رخ میده. ببینید اگر به این شهودی که دوستان در اینجا در پاسخ به این سوالات عرضه کردن مراجعه بکنیم، خواهیم دید که شهود ما به ما میگوید که ظاهرا خوشی تنها و بالاترین و مهمترین ارزش یا ولیوی زندگی ما نیست. ما در زندگی مطلوبات دیگری هم داریم که در بسیاری از مواقع ممکنه که خوشی رو تحت شعاع قرار بدهد. اون سعادت مجازی رو ما تماما فرو بدهیم برای اینکه میخوایم هرچی هم داشته باشیم ولی یه لقمه‌مون لقمه‌مونی باشه که واقعی باشه و من به دست آورده باشم. خب اگر شما در تمام این موارد رأیتون این باشه که زندگی قراره در دود خلسه آور مواد مخدر یا زندگی در پرده فریب و توهم یا در جهان اون مجازی اون ماشین خوشبختی زندگی مطلوب نیست، شما دو راه بیشتر ندارید. یا باید بگویید که اون تصور از سعادت نادرست بوده، سعادت خوشبختی نیست، یا راه دومش این است که بگید که نه سعادت همونه اما چی گفته که خوشبختی بالاترین مطلوب زندگی ماست؟ نه ما اشتباه میکردیم، در پاره مواقع از قضا خوشبختی ممکنه که چیز بدی هم باشه. توجه میکنید؟ این بسته به شماست. اگر شما واقعا معتقدید که خوشبختی بالاترین مطلوب ما در این زندگی است، در این صورت باید بگیم که اون درک از سعادت درک نادرستی بوده است و ما به نظریه به درک دیگری از سعادت حاجت داریم. در اینجاست که تلقی دوم، درک دوم از سعادت به میان میاد. سعادت به مثابه نیکبختی، تلقی فضیلتگرایانه از خوشبختی یا سعادت. در این تلقی البته سعادت همونطوری که تعریف کردیم فهمیده می شود، یعنی ما سعادت اهدافی رو در زندگی خود، خواسته هایی رو در زندگی خود بر می آوریم و باور ما به ارزشمندی این تحقق یافتن این اهداف دیر می پاید. اما در این تلقی اینطور نیست که ما هر هدفی رو برآوریم خوشبخت می شویم. نه، برای خوشبخت شدن باید هدفهای خاصی رو در زندگی پیروی کرد، تعقیب کرد و برآورده کرد. توجه میکنی؟ پاره چیزها لازمه خوشبخت شدن، سعادت شدن است. خواه شما بپسندید، خواه نپسندید، خواه خوش بدارید، خواه خوش ندارید. بنابراین ما در میان هدفهایی که در زندگی برای زندگی خود اختیار میکنیم، اول باید این سوال مهم رو بپرسیم. کدام هدف هاست که واقعا میارزد و برآمدن اون هدف ها واقعا خوشبختی ما رو تأمین خواهد کرد؟ به بیان دیگه در اینجا میان خوشبختی و احساس خوشبختی فاصله هست. این مثل مفهوم سلامت میمونه. شما ببینید در بسیاری از مواقع ما احساس سلامت میکنیم، اما آیا این که ما احساس سلامت میکنیم یعنی ما سالمیم؟ نه به هیچ وجه. کاملا ممکنه بیخبر از ما فرض کنید که بیماری صعب العلاج در بدن ما داره ریشه میدوانه. ما احساس سلامت میکنیم اما به واقع سالم نیستیم. سالم بودن یعنی پاره معیارهای ابجکتیو به اصطلاح مستقل از خوشایند یا بدایند ما باید در بیرون تحقق یافته باشه. قلب ما باید یه جور خاصی کار کنه، کلیه ما باید یه جور خاصی کار بکنه، گردش خون ما یه جور خاصی باید باشه تا ما سالم تلقی بشیم. اینه که من احساس سلامت میکنم ضامن سلامت من نیست. در اینجا در واقع تلقی از خوشبختی همینجور میشه، نیکبختی. یعنی ممکنه فرد احساس خوشبختی بکند اما به واقع خوشبخت نباشد، زندگی خود رو بر مبنای توهمات ناسواب بنا کرده باشد، اهدافی رو در زندگی خود پیروی کرده باشد که وقتی به انجام راه میرسد میبینه که کیسه خود تهی مانده است. مولانا به ما میگوید باید پاره افراد واقعا زندگیشون اینه، یه مجموعه کیسه های گذاشتن جلو روی خودشون و تمام عمرشون کلنجار میرن که این کیسه ها رو باز کنن. وقتی که باز میکنن ببینن پر از خالیه. گفت در گشاد عقده ها گشتی تو پیر، عقده چند دگر بگشاده گیر، عقده را بگشاده گیر ای منتهی، عقده سخت است بر کیسه تهی. حالا باز کردی، با دندونم باز کردی، ببینی توش خالیه. تمام عمرت رو به تعبیر مولانا صیاد سایه ها شدی. مولانا برای ما داستانی مثال میزنه، میگه آدم ابلهی شکارچی تیر و کمانش رو برداشته و رفته بود شکار،
یه مرغ اون بالا پرواز میکرد، سایه‌اش افتاده بود رو زمین. وقتی این آدم نادان تیر رو برداشت به این سایه تیر میانداخت، برای اینکه سایه رو تکار شکار کنه. ابلهی سیاد آن سایه شود، میدود چندان که بیمایه شود، تمام عمرش رو هدر میگرد. بعد به آخر راه میرسه، میبینه ترکشاش خالی شده است. مولانا میگوید که زندگی ما آدم‌ها در قالب موارد شکار سایه هاست. ترکش ما که عبارت است از سالهای عمرمون رو به سوی اهداف سایه‌وار میافکنیم، و وقتی که به آخر راه میرسیم میبینیم شکاری که نکردیم، پرندون بالا بود و ما این پایین تیر میانداختیم. نگاه میکنیم میبینیم در تیردانمون هم تیری نداریم، تمام عمر خود رو به ضایع در باختیم. در این تلقی، در تلقی سعادت به مثابه نیکبختی، فرد باید اهداف شایسته برگزیند و اون اهداف به واقع باید تحقق بپذیرد. مثل این اونی که شما باید سالم بمونید، باید تغذیه سالم بکنید و واقعا باید غذای سالم بخورید، یعنی هم غذای سالم رو بشناسید هم واقعا غذای سالم رو بخورید، یعنی اون مقصود باید برای شما حاصل شده باشد، نه فقط چیزی در ذهن بگذرد. بنابراین به این معنا نه جنایتکار خوشبخت نمیشه داشت. کسی که زندگی خودش رو بر مبنای این رذایل سامان بخشیده است، البته در نهایت خود رو دست تهی خواهد دید. بنابراین مطابق این تلقی، سعادتمندی یه امر ذهنی نیست، واقعیتی است که باید محقق بشود. شاید در جهان قدیم ارسطو مهمترین مدافع این تلقی فضیلت‌گرایانه از سعادت بود است. از نظر ارسطو سعادت برایند دو عنصر است. دو عنصر کنار هم قرار میگیرند، یک انسان سعادتمند میشود. یکی عبارت است از نوعی وضعیت درونی و دیگری عبارت است از نوعی وضعیت بیرونی. وضعیت درونی چیه؟ از نظر ارسطو وضعیت درونی عبارت است از نوعی هماهنگی، نوعی تعادل میان اجزاء روح انسان. معنای این سخن این است که بخش عمده از سعادت رو ما باید در درون خود تأمین کنیم. توجه میکنید؟ این نکته است که مورد توجه عارفان ما بوده است. عارفان ما به درستی تأکید میکردند که جهان بیرون رنگ ما رو میپذیرد، نه ما رنگ جهان بیرون رو. توجه میکنید؟ این البته برای آدمایی است که روی خودشون کار میکنند و مراقبه میورزند. مولانا به ما میگوید که عکس شیر و لطف شیر و انگبین عکس دل است، هر خوشی را آن خوش از دل حاصل است. پس بود دل جوهر و عالم عرض، سایه دل چون بود دل را قرض. اگر میخوای خوشبخت بشوی، کار رو باید از درون آغاز کنی. خوشبختی مائده ای نیست که در بیرون حاصل شود. وقتی که تو خوشبختی خود رو در گروه ثروت مینهی، در گروه شهرت مینهی، در گروه قدرت مینهی، یعنی چیزهای بیرونی، باید بدونی که این چیزها نمی پاین. توجه میکنید؟ رفتنی هستن و وقتی که برن خوشبختی تو رو با خودشون بردن. به همین دلیل است کسی که تمام زندگی خود رو در گروه چیز بیگانه از خود که در بیرون است مینهد، از الان باید بدونه که خطر ویرانی، خطر تیره روزی در کمین اوست، برای اینکه تمام خوشبختیش رو بار یه استری کرده که این میخواد تو جنگل جفتک بزنه و راه خودشو بره، با تو کاری نداره. به همین دلیل است که گوهر خوشبختی ریشه اصلیش در درون است. یعنی تو باید چراغی در درون خود بیفروزی. وقتی درون تو روشنایی پذیرفت، از دریچه های فانوس روح تو نور به بیرون میتراود و تاریک های بیرون هم روشنایی میپذیرد. توجه میکنید؟ بنابراین جستجوی خوشبختی رو تمام حکیمان گذشته و عارفان به ما این رو میگفتن، جستجوی خوشبختی رو در بیرون نجوید، در درون بجوید. دنبال این نرو که اگه فلان چیز رو پیدا کنم، اگه فلان خونه رو داشته باشم، اگر به وصال فلانی برسم خوشبخت میشم. بعدا توضیح خواهم داد که این تصور بر مبنای پیش‌فرض‌های کاملا نادرستی است. خوشبختی همیشه باید رکن اصلیش در وجود تو باشد تا تضمین شده باشد. تو از خودت نمیتوانی بگریزی، به خودت اطمینان ده، یعنی ساختار درونی خودت رو میتوانی به نحو اعتماد پذیری بنا کنی. به هر حال ارسطو میگوید که ما باید در جهان درون خود نوعی تعادل برقرار کنیم. یک روح، یک روان متعادل مهمترین رکن خوشبختی رو در اختیار داره. البته در علم و نفس قدما این خوشبختی اینجوری حاصل میشد. این در میان حکیمان ما، عرفای ما هم هست، میگفتن که وجود ما، روح ما از سه قوه تشکیل شده است: قوه قضبیه، قوه شهویه و قوه عاقله. روح متعادل روحی است که در او ما قوه غضبیه رو لازم داریم، قوه شهویه رو هم لازم داریم، هیچ کدومش رو نباید از میان برد.
روح متعادل روحی است که این اجزا همه به فرمان رهبر ارکستر که عقل است می نوازند. توجه می کنید؟ یعنی همه تابع و خاضع عقلند. این تعادل وقتی که برقرار می شود، یعنی شهوت و غضب ما تحت ضبط و کنترل خرد ما قرار می گیرد، روح نوعی تعادل در درون خود پیدا می کند، یعنی از افراد و تفرید پیراسته می شود. این حد اعتدال رو بهش می گویند فضیلت. برای مثال ببینید، وقتی که میگی ما آدم شجاع، آدم شجاع حد وسط آدم ترسو کله خر است، درسته؟ این حد وسط رو میگیم شجاع، یعنی خرد ما میگه نه افراط بکن نه تفریط بکن، اون وسط بمون. وقتی اون وسط موندی فضیلت متولد میشود. برابر به تعبیر دیگه، برای اینکه فرد میوه سعادت بر شاخسار وجودش بروید، باید وجود خود رو به فضائل آراسته کند و از رذایل بپیراید. روحی که فضیلتمند شود، نیکی ها رو به خود بپذیرد و پلیدی ها رو از خود بپیراید، اون تعادل طلایی برای تجربه خوشبختی رو فراهم کرده است. البته ارسطو به ما میگوید که فضائل دو دستند. یه دسته فضائل عقلی هست، مثل قدرت تأمل، قدرت تحلیل، فهم، عاقبت بینی، دوراندیشی، و بخشیش هم فضائل اخلاقی است، مثل صداقت، مثل شجاعت، مثل اعتدال، مثل احسان کردن و امثال اینا. خب اینا وضعیت های بیرونی است. بسیاری از عرفای ما و حکیمان پیشین معتقد بودند که همین حد کفایت میکنه. جهان هر جوری میخواد باشه باشه، کسی که در درون خود به چنین شکفتگی رسیده است خوشبخت است. ارسطو تعبیری که برای خوشبختی در یونانی به کار میبرد واژه اودایمونیا است. واژه اودایمونیا به معنای در ادبیات انگلیسی اون رو هپینس ترجمه کردن، گاهی وقتا ویل بینگ. بهترین ترجمه برای اودایمونیا که منطبق با نظر ارسطو فلوریشینگ است، شکفته شدن است، و از قضا یکی از مهمترین مفاهیم قرآنی منطبق با این معناست. اون معنا چیه؟ اون اصطلاح چیه در قرآن؟ مفهوم فلاح است. فلاح به معنای شکفتگی است. یعنی در واقع روح ما مثل بذر میماند. وقتی که به فضیلت راسته میشود، مثل میمونه که تو اجازه میدی این بذر رشد بکنه، شکفته بشود و به میوه بنشیند. این شکفتگی، این به برگ و بار نشستن روح رو ما بهش میگوییم وضعیت فلاح، شکفتگی. و از نظر ارسطو سعادت یعنی همین. سعادت یعنی که تو بتوانی مثل یه درختی که بار مینشیند، مثل یه گلی که به غنچه مینشیند، بتوانی شکفته بشوی. البته ارسطو میگوید که این حد اصلی مهم است، اما البته اندکی بیش از این لازم است. در اینجا فرق است میان ارسطو بسیار از عارفان ما و تفاوت است میان او و افلاطون و سقراط. ارسطو میگوید که علاوه بر این تعادل درونی، پاره عوامل بیرونی هم در شکل بخشیدن به نیکبختی ضروری هست. برای مثال ارسطو میگوید که چند تا چیز در این عالم هست که داشتنشون واقعا خوشبختی ما رو تأمین میکنه، تکمیل میکنه. دوستان نیک، خانواده خوب، اوقات فراغت مفید، سلامت، روی زیبا. ببینید از نکات جالب است. ارسطو میگوید که خوشگلی جزء چیزهای خوبه در این عالم، زیبا. البته نه اون زیبا روی های خیلی خیلی افسانه، همین که فرد کریه المنظر نباشد. اون معتقد است که این از شؤون خوشبختی در این عالم است. حدی از بهره‌وری از ثروت مادی، این هم لازم است. فقر استخوان‌سوز البته مانع خوشبختی می شود. بنابراین مفهوم سعادت از نظر ارسطو با مفهوم شکفتگی مرتبط است که عرض کردم در ادبیات قرآنی همون مفهوم فلاح است که در واقع اوج سلوک معنوی به شمار می رود. این نکته رو هم عرض بکنم. اگر شما سعادت رو به معنای نیکبختی تلقی کنید، یک نتیجه بسیار مهم حاصل می شود. اون نتیجه این است که کاملا ممکن است که شما غمگین باشید اما سعادتمند. کاملا ممکن است. این یک جمع پارادوکسیکال نیست. البته انسانی که نیکبخت است، یعنی انسانی که فضیلتمندانه زیست می کند، خوشم هست. زندگی فضیلتمندانه لذت بخش هم هست. اما در پاره مواقع لازم است که فرد برای حفظ کرامت خود، برای حفظ مناعت روحی خود، برای حفظ فضیلتمندی خود، پاره ناکامی ها، پاره تلخی ها رو به جان بخرد. چه باک؟ چه باک؟ این اندوهناکی ها مخل سعادتمندی فرد نیست. و از قضا
بسیاری از نیکبخت ترین انسان هایی که ما در تاریخ بشریت میشناسیم تجربه های عمیق از اندوه داشتن. پیامبر بزرگوار اسلام میفرماید آن کس که میخندد هنوز آن خبر عظیم را نشنیده است. یعنی در پاره مواقع تجربه سویه های سوگناک هستی میتواند چندان پختگی به روح و روان ما ببخشد که به شکفتگی ما بینجامد. یعنی در واقع به یک معنا در این تلقی اندوه ویرانگر نیست، بسته به این که تو چگونه با مصائب زندگی مواجه شوی همین تجربه اندوه میتواند به شکفتگی تو مبدل شود. وقتی این مصیبت ما وارد میشود مثل یک موج عظیم کوه آساست که به سوی ما یورش میآورد. بعضی مواقع ما خود رو میبازیم و وقتی که این موج عظیم به ما هجوم میآورد تسلیم میشویم و غرقه این موج میشویم. اما انسان هوشمند کسی است که وقتی در معرض حمله این موجهای مصیبت ها قرار میگیرد رفته رفته هنر موج سواری میآموزد. یعنی میآموزد که چگونه بر گرده این موج سوار شود، میآموزد که چگونه در تلخی زهر این لحظه پادزهر رو کشف بکند، تریاق ایجاد بکند. این کاملا بسته به نحوه مواجهه ما با زندگی است. مولانا به ما میگوید که تفاوت آدم بختیار و غیر بختیار در این نیست که آدم بختیار، آدم نیکبخت، آدم خوششانس، هی اتفاقای خوب براش میفته و اون آدم بدبخت آدمی که اتفاقای بد براش میفته. این تعبیر خوشبخت بدبخت در واقع مبتنی بر همینه. بخت یعنی شانس، یکی شانسش خوب بوده که شانسش بد بود. اصلا اینطور نیست. از نظر حکیمی مثل مولانا مطلقا اینطور نیست. نحوه مواجهه تو با نعمت‌ها یا نقمت‌هاست که یه چیزی رو نعمت می‌کند یا نقمت می‌کند. مولانا میگه که تو بزرگترین نعمت این عالم رو دست آدم بی‌لیاقت بده ببین چجوری برای ضایعش می‌کنه. تمام فرصت‌ها رو می‌سوزانه. برعکس به یه آدم هوشمند حکیم مصیبت هم که وارد بشود از دل مصیبت بصیرت در می‌آورد. توجه می‌کنید؟ گفت کامل ار خاک گیرد زر شود، ناقص هر زر برد خاکستر شود. آدم ناقص رو بهش طلا بده ببین چجوری برای خاکسترش میکنه. برعکس خاک بده دست آدم کامل هوشمند از دلش طلا میسازد، کیمیاس وجود او. یعنی در واقع این مهم نیست که چه به سوی تو میآید، بیش از اون مهم است که تو با آنچه که به سوی تو آمده است چگونه مواجه شوی. در این صورت است که فرد میتواند از دل مصائب زندگی حکمت بیاورد. این به این معنی نیست که بریم برای خودمون درد ایجاد کنیم. ما دیدای مازوخیستی رو نمیخوایم تبلیغ بکنیم. ما با خوشی با لذت هیچ مخالفت و مغایرتی نداریم. لذت نعمت است، استفاده میکنیم. تمام بحث این است که اولا لذت تنها و بالاترین نعمت نیست. نکته دومم این است که فرد حکیم میداند که در این جهان غم و اندوه خواه ناخواه دیر یا زود به سراغ ما خواهد آمد. بنابراین پیشتر باید بدانیم که در مواجهه با سویه های سوگناک هستی چگونه میتوان از دل تلخی زهر لحظه شهد شیرین و تریاق پادزهر رو برآورد. بنابراین مطابق تلقی دوم یا فضیلت گرایانه زندگی سعادتمندانه زندگی خوب است نه زندگی خوش. زندگی خوب البته خوش هم هست، اما در پاره مواقع خوب بودن مقتضی این است که فرد اندوهی رو برای حفظ کرامت خود به جان بخرد و در این صورت چه باک. اجازه بدید من یک نکته آخر رو هم بگویم و عرض خودم رو به پایان ببرم. تا اینجا این درکی از سعادت رو که بیان کردم میان افراد دیندار و غیر دیندار مشترک است. به اصطلاح این سعادت عرفی، سعادت دنیایی است. برای کسانی که دغدغه عالم معنا دارن البته سعادت دینی، سعادت قدسی هم مهم است. سعادت قدسی برای فرد معناجو عبارت است از درک محضر خداوند. عالی ترین هدفی که، عالی ترین خواسته که یک روح معناجو می جوید عبارت است از وصال به خداوند. و سعادت قدسی عبارت است از رضایت عمیق، اطمینان قلب، طمأنینه، سکینه‌ای که روح فرد در حضور محبوب او که خداوند است در می آورد. این سعادت قدسی است. برای ما مهم است، برای کسانی که شوق عالم معنا دارند مهم است که بدانند کدام نوع از این سعادت ها، کدام تلقی از سعادت با سلوک معنوی یک روح سالک سازگار می افتد. عرض من این است، در این باره می توان بیشتر سخن گفت ولی من فقط به اشاره عرض می کنم. اونی که با تفکر دینی، با سعادت دینی مطلقاً قابل جمع نیست سعادت به معنای خوشبختی است. از نظر دینی خوشبختی مطلقاً مطلوب نیست که در بسیاری از مواقع آفت است، در بسیاری از مواقع
قفلت آفرین است. آنچه که از نظر دینی، از نظر سالک طریق اهمیت دارد، سعادت به معنای نیکبختی است. این نه فقط مهم است که شرط ضروری شکوفایی روحی و تجربه معنوی فرد است. کسی که از سعادت دنیایی به معنای نیکبختی بهره نبرده باشد، درهای آسمان به روی او گشوده نخواهد شد. روح متعادل، روح سالم، روح آراسته به نیکی ها و فضیلت هاست که می تواند در وضعیت رؤیت، در وضعیت مکاشفه قرار گیرد. وقتی که خورشید معنا در افق هستی او طلوع می کند، او بر فراز کوه است، در وضعیت رؤیت است و طلوع رو می بیند. کسی که تن به خوشباشی می سپارد، ولو اینکه خوش است، ولو اینکه احساس ارضا و رضایت درونی می کند، خودش رو در دل غارها، در ته راه محبوس کرده است. ولذا وقتی که خورشید معنا تابیدن می گیرد، البته او از درک این تجربه عظیم بی بهره است. عرض کردم این به این معنا نیست که سالک طریق مخالف لذت یا خوشی است، نه مطلقاً. به این معناست که فرد سالک لذت یا خوشی رو برترین غایت و خوبی این عالم نمی داند. فرد معنوی طالب نیک بختی است، نه خوش بختی. اما البته سوال مهم مانده است که ما عملاً چگونه زندگی خود رو سامان ببخشیم تا احتمال خوشبخت شدن، نیکبخت شدن، بهره‌وری از سعادت در زندگی ما بیشتر شود. در نوبت آینده درباره راه‌هایی که ما رو به خوشبختی می‌برد سخن خواهیم گفت. از توجه خانم آقایان بسیار متشکرم.